آقای داریوش همایون، نویسنده، روزنامه‌نگار، متفکر سیاسی و یک از رایزنان حزب مشروطه ایران، اخیراً اثری منتشر کردند زیر عنوان 100 سال کشاکش با تجدد. 100 سال کشاکش با تجدد در بیش از 450 صفحه. این اثر سرشار است از نکته ها، سوژه ها و معانی و مفاهیم و دشواری ها و بسیار نکاتی که امروزه خاصه پس از انقلاب ما با آنها دست به گریبانی. انبوهی از سوژه ها در انبوهی از رویدادهای تاریخ گذشته و تاریخ معاصر ایران. آقای داریوش همایون در پیشگفتار کتاب که به یاد حسن تقی‌زاده و علی اکبر داور آغاز شده می نویسند: کتاب حاضر از گردآوری و بازنویسی پاره نوشته های 11 سال گذشته من فراهم آمده است. اینها دنباله اندیشه های 20 و چند ساله گذشته و گسترده ترین نگاهی است که دیدگان من می توانسته بر موقعیت یا وضعیت ایران بیندازد. پاسخی است، در واقع پاسخهایی است به پرسش های همیشگی من. گرفتاری ما کجاست؟ چرا نتوانستیم از توانایی ها و فرصت های خود بهره گیریم؟ از آن بدتر، چگونه توانستیم آن فرصت ها را به زیان خود درآوریم؟ در بخش دیگری از مقدمه آقای داریوش همایون می نویسند: روشنفکران و طبقه متوسط ایران می باید شهامت آن را بیابند که به نه توی فرهنگ چیره هزار ساله، به ژرفای قارهایی که جهان تنگ نازیبای ما در آن گرفتار است بروند و به قلب مسئله بزنند. مردم ما می باید دریابند که با منطق زیارت و نذر و نیاز و کتاب دعا و شهادت و انتظار ظهور، با شیوه تفکر سرسری و سطحی و گذاشتن امداد غیبی به جای اراده آگاهانه، بازیستن در تناقض و باور به امور بیرون از قلمرو شعور و دانش و اخلاق، روزگارشان همین است. همین است که بوده است. تا زمانی که نفت هم دیگر لقمه نان را به سفرهایشان نیاورد. و بعد در پاره دیگر از پیشگفتارشان میگویند: جنبش مشروطیت و جای مرکزی این جنبش در باززایی جامعه ایرانی که از دیرباز ذهن مرا به خود گرفته است و ضرورت دنبال کردن طرح یا پروژه مشروط خواهی تا به کشورهای پیشرفته آرزوی مشروط خواهان برسیم، در اون مایه اصلی این کتاب است که انتشار آن را در 100مین سال روز انقلاب مشروطیت به هنگام‌تر می‌سازد. جناب آقای داریوش همایون در اروپا، درود بر شما. درود بر شما، حال شما چطور؟ ممنونم، سال نو بر شما مبارک باد. بر شما همینطور. آقای همایون، تبریک میگم برای این اثری که منتشر کردید در برگیرنده انبوهی از سوژه ها که
یادآوری خود سوژه ها شاید بیش از 20 دقیقه وقت لازم داشته باشه. خیلی متشکرم. آقای همایون بفرمایید که این پرداخت به این کهکشان از سوژه ها، این پرسش ها چه انگیزه ای داشت؟ انگیزه دقیق شما از نگارش این کتاب، فراهم آوری این کتاب چه بوده؟ دل مسئولیه نمیدونم 40 ساله من یا بیشتر به برون رفت، به بیرون آمدن از این بنبستی که ما در حدود باید بگویم 800 سال است درش گرفتار شده ایم. این بنبست، بنبست اندیشه است در واقع. ما از در 800 ساله گذشته پس اینکه عصر زرین تاریخ ایران به قول پروفسور فرای به پایان رسید، چه با چیرگی روحانیت به اصطلاح که درهای اندیشه، درهای نوآوری رو بستند، درهای تفکر رو بستند در روی این ملت، و چه حملات بیابانگردان غوز و مغول که رشته تمدن رو در فلات ایران پاره کردند، که اون وقت مرکز جهانی فرهنگ و اندیشه بود. خب در این 800 سال ما همینطور درجا زده ایم. 100 سال پیش در انقلاب مشروطه ما تکانی به خودمون دادیم و از اون بنبست بیرون آمدیم، ولی این بیرون آمدن هم ناقص ماند، بیفرجام بود و در انقلاب اسلامی و حکومتی که 28 سال است این ملت رو همینطور عقب ببرد خفه شد، به مقدار زیاد خفه شد. من میخواستم ببینم مشکل ما کجاست و به نظرم رسید که هم یک بررسی تاریخی لازم هست برای این کار، هم یک بازاندیشی در فرهنگ ما. مشکل عمده ما مشکل فرهنگی است و باید هم به تاریخمون، به ویژه تاریخ امروزگار، تاریخ 700 ساله که بسیار مربوط است به سرنوشت امروز آینده ما، و هم به این فرهنگی که حقیقتا مادر همه بدبختی های ملی ماست، دوباره نگاهی بیندازیم و یک طرح نوعی بیندیشیم برای آینده این ملت. این کتاب تلاشی است برای رسیدن به اون طرح نو، برای اون بازاندیشی در تاریخ و فرهنگ، و امیدوارم مختصر تأثیری ببخشد در این زمینه. به نظر من تاریخ زمینه اصلی فرهنگ و سیاست به شمار می رود و خیلی اهمیت دارد بررسی درست تاریخی. مثلا بخش اول این کتاب رو به بررسی این 100 سال گذشته با یک نگاه تازه، با یک از یک نظرگاه تازه، به اصطلاح پرسپکتیو تازه شروع کردم، اختصاص دادم، و دو سوم بعدی کتاب به اون بررسی فرهنگی پرداخته است. آقای همایون در بازشناسی انقلاب مشروطه در فصل اول به چه نتیجه رسیده اید به طور خلاصه؟ انقلاب مشروطه بدفهمیده ترین بخش این تاریخ به شما می رود، برای اینکه نگرش حزبی و سیاسی به تاریخ که از دهه 20 شمسی، قرن شمسی ما، و از دهه 40 سده میلادی، که خب سده واقعا اگر ما بخوایم تاریخ رو بررسی کنیم باید شمسی و قمری و این حرفا رو بزنیم کنار،
و میلادی رو نگاه کنیم، در تاریخ در تقویم میلادی گاه شماری میلادی که سالها معنی پیدا میکنن، دهه ها معنی پیدا میکنن. الا دهه مثلا چهارم صده 12 هجری خوب اصلا یعنی چی؟ هیچ کس نمیدونه یعنی چی. ولی خب دهه چهارم صده 19 هم فرض بکنید یا صده 20 هم بسیار بسیار فرمت و صدار چیز به ذهن می آورد. اول از این معترضه بگذارم، از دهه 20 ما شروع کردیم تاریخ مشروطه رو کج و بومش کردن، کج و مش کردن به اصطلاح، و این انقلاب رو فرو کاستیم به اون فرمان مشروطیت، قیام تبریز، ستارخان و باقر خان، فتح تهران تمام شد، بعد هم استبداد رضا شاه، پایان مشروطه، تا رسیدیم مصدق، دوباره آزادی خواهی، بعدم 28 مرداد، بعدم دوباره استبداد، تمام شد. تاریخ همین بود، این تاریخ این 100 سال رو ما به این صورت نگاه کردیم. ولی حقیقتاً 100 سال گذشته ما تلاش ملی بود از سرزمین‌های مختلف برای اینکه یک تبدیل ایران تبدیل شد به یک دولت ملت، یک کشور به معنی امروزی، ما یک هویت ملی پیدا بکنیم به عنوان ایرانی، نه مثلا حسن پسر حسین اهل مملکت قزوین فرض بکنید که قبلا بود تا دهه 20 صده 20 میلادی اینطور بود و پای گذاشتن، گام گذاشتن در همه عرصه های زندگی نو، فرهنگ ما به کلی زیر و رو می شود. ما حتی در شعر یک انقلاب واقعی شاهد هستیم، شعر نو میاد به ایران با تسلط هزار ساله شعر فوق‌العاده فارسی، رمان، داستان کوتاه، نمایشنامه، زندگی نامه. جامعه مدنی امروزی، نه جامعه مدنی قرون وسطایی، اینا همه و یه دستگاه اداری که کشور رو بتواند اداره کند، مرز رو برقرار بکند، اینا همه ناشی از انقلاب مشروطه. این مطالب به کلی ندیده گرفته شد، جز استثنایی مثل کتاب های آدمیت که مبانی فکری انقلاب مشروطه رو بررسی کرد. باز به کارهایی که ما در این زمینه بعدن کردیم کسی نپرداخت. این است که من اول کتاب رو با همین بازنگری انقلاب مشروطه، دوران مشروطه به طور کلی، چون به نظر من دوره بعد از انقلاب مشروطه هم، یعنی بعد از شکست مشروطه در 1911 هم نمود و ادامه پیدا کرد در یه زمینه های خاصی، البته نه در اون طرح کلی مورد نظر مشروطه خواهان، ولی در اون زمینه های خاص خیلی هم پیشرفت شد و ساخت های لازم به وجود آمد. البته کم و کاستی های دوران مشروطه تا انقلاب اسلامی هم بررسی شد در این فصل و فصل بعدی تا انقلاب. آقای همایون ببخشید، آیا انقلاب مشروطیت یا جنبش مشروطیت به ملت کردن مردم ایران یاری داد؟ چون برخی میگویند که ملت دولت در ایران وجود نداشته تا عصر مشروطیت. بله، ملت دولت رو ما اول بار پیش از اسلام در ایران تجربه کردیم. البته اول چینی ها بودن، دقیقا یه به دولت ملت یک اتناسیون فرانسوی ساختن، حتی دیوار هم کشیدن، چون دولت ملت یعنی قلمروی با مرزهای معین و حکومت معین، یک قانون درش برش حکروا باشد، و این کار البته اول چینی ها کردن، حتی دیوار هم دورور کشورشون کشیدن، بعد ایران این کار رو کرد. ما در دوره ساسانی مرزهایی داشتیم که حالا شمالش دیوار بود، در غربش ستونهای بنا کرده بودن و مرز مشخص بود با رومی ها در معاهدات مختلف، و
بعد البته این از این رفت، دوره اسلامی دوره پایان ایران به عنوان یک دولت ملت بود دیگه، به سلسله ها ما شناخته می شدیم. در دوره صفوی تا حدود زیادی این برگشت، ولی خب باز ویژگی دوران صفوی بیشتر سلسله پادشاهی بود و مذهب رسمی که با شمشیر تحمیل و حفظ می شد و بعد به زور خرافات. برای اولین بار به معنی امروزی، به معنی از صده 17 اروپایی به این طرف، چون دولت ملت یک پدیده صده 17 نیست در اروپا که خب پیشرفته ترین قاره جهان بوده است در ساله های اخیر، او بعد از مشروطه و دست رضاشاه در واقع در ایران به وجود آمده. ایرانی ها همطور که عرض کردم خودشون رو عنوان اهل ولایت قزوین، مملکت نمیدونم خراسان، مملکت ساوه، این اصطلاحات هم همینطور مخصوص به همه جای کار میراد به جای هم دیگه، و این هویت ایرانی به اصطلاح درست است از دوره مشروطه این طرف ما دارای او هستیم. آقای همایون، از استبداد روشنرای در فصل نخست یاد کردید. آیا استبداد روشنرای منظورتون چارچوبه حکومتی رضاشاه؟ استبداد روشنرای رو اول بار ولتر که بزرگترین، یکی از بزرگترین نمایندگان اندیشه لیبرال است، در سال 18 او به کار بود. در توصیف حکومت پتر کبیر و کاترین بزرگ، ولتر میدونید مدت ها در با کاترین مراوده داشت و مدت ها در دربار او به سر برد و ستایندگان این دو پادشاه روسیه بود، این دو امپراتور بود. منظورش خودکامه ای بود که به نیروی خودش رو در راه پیش بردن کشور میگذارد و به زور یک جامعه عقب مانده وسطایی رو به جهان امروز، امروز قرن 18 اروپا میرساند، که پتر کبیر و کاترین با روش های نچندان ملایم این کار رو کردن. و پتر کبیر و ولتر این اصطلاح رو به صورت ستایش آمیزی به کار برد، ستایش روشن، enlightened despotism به قول انگلیس ها. روشن رای رو من در مقاله enlightened گذاشتم. میدونید enlightened، enlightenment یا لومیت در شما گذاشتین یا بوده؟ من گذاشتم. قبلا ما عصر روشنگری میگفتیم، اون لومیر فرانسه یا enlightenment انگلیسی رو، ولی استبداد روشنگر معنی ندارد. enlightenment در انگلیسی ضمناً روشنرایی معنی میدهد. مثلا ما وقتی میگوییم که سود شخصی روشنرایانه یا enlightened self-interest، منظورمون سود شخصی روشنگرانه نیست، منظورمون سود شخصی است که از حدود بینی به اصطلاح اش دورتر ببیند. در حال این استبداد روشنرای رو من به این معنا به کار بردم، بله با رضا شاه ما این دوره داشتیم، دوره یه مدت نسبتا طولانی 15 سالی محمد رضا شاه همین کار رو کرد با شیوه های استبدادی، ولی خب پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی و ملت سازی و کشور سازی انجام می گرفت. آیا ما منظورتون از سزاریسم در تاریخ ایران کدام شخص، کدام شخصیت و کدام رویداد یا پدیده است؟ بعد از استبداد روشنرای آقای همایون، ببخشید من اگر پرسش هایی که می کنم علاز تاریخی یا مفهومی به هم مربوط نیست یا متواتر نیست، چون سوژا بسیار است و من فقط برای اینکه بگم چقدر در این اثر شما به مفاهیم گوناگون پرداخته شده این سوژه ها رو مطرح میکنم. ببخشید. خواهش میکنم. بعد من فصل دوم رو اتفاقا عنوان چه گذاشتم؟ سزاریس، پیشوا و خدایگان. بعد از رضا شاه کسی که در سیاست ایران جای بالاتر رو داشت مصدق بود که دوره 10 ساله
بر بحث سیاسی تسلط داشت و رهبر بلامنازع ملی بود و تزاریست از خود رضاشاه البته شروع شد. تزاریست رو برمیگردونند تاریخ نگاران به ژول سزار روم. ژول سزار به اولیگارشی، به دموکراسی اولیگارشی که اشرافی روم پایان داد. روم یک رودخانه کوچک، یک رودکی در جنوبش بود به نام روبیکون که از دیرباز سنت بر این بود که سپاهیان در بازگشت از جنگ ها نمی توانستند با سلاح از این رود بگذرند و وارد روم بشوند. سزار این کار کرد. بله؟ سزار این کار کرد. سزار با سپاهیانش وارد روم شد و در میان حلحله عمومی به مقام امپراتور رسید. اول بار هم این واژه در مورد سزار به کار رفت. امپراتور همون امپراتور ماست و از اون وقت این اصطلاح سزاریسم آمد. البته من این اصطلاح رو از اشپنگلر گرفتم، نمیدونم پیش از او به کار رفته است یا خیر، ولی من در یک کتاب اشپنگلر خیلی پیش فارسی در آمد. انتحاط مغرب زمین؟ بله، یه بخشی از اون رو دکتر شاهکار ترجمه کرده بود، اونجا گرفتم این اصطلاح. بعدن البته این اصطلاح از دوره ناپولئون بناپارت به بناپارتیسم اطلاق شده است و چون هم ناپولئون بناپارت هم لوی ناپولئون برادرزادش روی پشتیبانی عمومی بر فراز نهادهای قانونی، بر فراز قانون اساسی، بر فراز مجلس، انتخابات قرار گرفتن و تا مدتی هم همه مردم ازشون پشتیبانی می‌کردن. این پدیده رو بهش میگن سزاریست یا بناپارتیست. یک شخصیت با فرهمندی خودش بر فراز قانون و نهادها قرار میگیرد و به پشتیبانی افکار عمومی. حالات متیس معمولا هم به دیکتاتوری ختم میشود اگر به فاجعه ختم نشود. و این وضع در ایران هم رضا شاه مدتی این حالت داشت، هم مصدق داشت، هم ببخشید محمد رضا داشت، محمد رضا شاه داشت. مصدق که اصلا پیشوا خوانده شد این هیتلر و توجه نکردن که پیشوا دلالت های خوبی ندارد. خدایگان هم لقبی بود که اواخر دیگه به محمد رضا شاه دادن. این دوره ای بود که شخصیت ها به دلیل مقام و البته کارهایی که کردن، چون هم دو پادشاه پهلوی هم مصدق کارهای نمایشی کردن و مدتی مردم طرفدار و پشتیبانشون بودن، این لقب ها به اصطلاح داده شد بهشون. آقای همایون، از مهاجرت طبقه متوسط از مشروطه به اسلام چه اراده کردید؟ در دهه های 40 شمسی و 60 میلادی و 70 میلادی ما شاهد این بودیم که طبقه متوسط ایران که ساخته دوران مشروطه بود، چه انقلاب و چه نوسازی دهه های بعدی و بردار و حامل ایده های توسعه و پیشرفت و ترقی بود، این به طور روزافزونی روی برگرداند از این ایده ها و به اسلام و ارزش های اصیل رو کرد که چند اندیشمند که چرد کنن به حال چند نویسنده مذهبی سوسیالیست جهان سومگرا مبشرش بودن و خمینی خیلی تأثیر داشت روی این جهان. آل احمده؟ بله، آل احمد، شریعتی، چند نفر دیگه هم بودن که اشاره بهشون ضرورتی ندارد و حال اصطلاح آنچه خود داشت و از این صحبت ها. حالا یکیشون که زبای زیادی هم در این زمین نوشت، بعد از انقلاب برگشت و کتاب های دیگری در رد نظرات خودش نوشت، ولی بقیه پابرجا موندن. این طبقه متوسط. ببخشید آقای همایون، اون شخص که بود؟
اونی که برگشت آقای دکتر شایگان بود که همه کتاب‌هاش با ارزش هست، ولی خب کتاب‌های نخستینش پیش از انقلاب در این گمراهی بی‌اثر نبودند. اما که منظورتون داریوش شایگانه؟ داریوش شایگان. بله. کتاب بعدی شویجه نگاه شکسته، خب بسیار بسیار کتاب بیدار کننده ای. این طبقه متوسط به هر حال پاسخ ناکامی های سیاسی خودش رو در بازگشت به اسلام جستجو کرد، چون این طبقه متوسطی که به مقدار زیاد ساخته پادشاهان پهلوی بود، از طرف پادشاهان پهلوی نه تنها به بازی گرفته نمی شد و اجازه بروز استعدادهای خودش نمی یافت و نمی توانست تأثیری که لازم بود و باید می باید و ازش برمی آمد بر سیاست کشور ببخشد، بلکه حتی تغییر می شد به ویژه از طرف محمد رضا شاه، و انتقامش به این صورت کشید که رفت از دهه 60، از 15 خرداد 1342 به طور زیرافزونی روزافزونی زیر عبای خمینی. این سهم بسیار بسیار بزرگی در پیروزی انقلاب داشت که فقط سهم رژیم پادشاهی در پیروزی انقلاب به پاش می رسد. آقای همایون، سالهای توخالی و 8 ساله خونین فربهی، اینها اشاره به چیست؟ سالهای توخالی منظورم دوران پیش از انقلاب که چرا توخالی بودن؟ بله، برای اینکه ما خیلی پیشرفت میکردیم، ولی چنان که نشان داده شد پوشالی بود کشور، تمام نظام، تمام دستگاه پوشالی بود، به یک تلنگر حقیقتا فرو پاشید از بین رفت. من این سالهای توخالی را از عنوان یک کتاب گرفتم درباره فرانسه پیش از جنگ دوم، فرانسه دهه 30، که این من کشور حقیقتا کشور نیومندی بود، هیچ دست کمی از آلمان نداشت، ولی به سبب اون رنجوری، به سبب اون شکاف فوق‌العاده که بین چپ راست فرانسه افتاده که نظیرش رو ما در ایران پیش از انقلاب داشتیم و هنوز هم بقایش هست میبینیم، این رو نویسنده اسمش گذاشته بود سالهای توخالی در ساعت آلمان. منم این عنوان رو گرفتم، سالهای توخالی در ساعت انقلاب، گذاشتم روی فصل دوم که اونم کتاب. و اما 8 ساله خونون فربهی مربوط میشد به دوران رفسنجانی و شکست ایدئولوژیک انقلاب اسلامی، چون در اون سالها بود که به کلی ایدئولوژی انقلاب رو گذاشتن کنار، حالتی به ظواهر شبی که خب تمام حکومت مذهبی دور همون ظواهر شبی میچرخد اونا رو نگه داشتن، ولی اقتصاد اسلامی، نمیدونم حکومت اسلامی، اینا رو دیگه همه رو به کلی دیدن عملی نیست. این دوره خیلی مهم بود از این جهت که انقلاب پایان یافت، در واقع انقلاب بر خود انقلابیان آشکار شد که سخنی برای اداره کشور ندارد، اسلام سخنی برای اداره کشور ندارد، اسلام همین به درد همین کارهایی که اینا میکنن حالتا میخورد، اما یا کارهایی که اینا میخوان ازش در بیارن که نمیتوانند. ولی در اونجا که به اداره کشور امروزی به ویژه مربوط میشود، اسلام عاجز است. اسلام هیچ وقت نتوانسته هیچ جامعه رو اداره بکنند. تمام جامعه های اسلامی حکومت هایی داشتن کمابیش غیر اسلامی ها رو. پس تمدن اسلامی چه بوده آقای همایون؟ تمدن اسلامی فرق دارد با حکومت اسلامی، و تازه تمدن اسلامی رو شما میبینید که به این دلیل میگویم تمدن اسلامی که در کشورهایی که مسلمان بودند این تمدن ظهور کرد. خب در ایران مثلا که بیشتر 80% این تمدن اسلامی مال ایران است، اون که بحث دیگری است. حقیقتا عنصر اسلامی درش بسیار کمتر است تا عنصر مثلا یونانی یا عنصر خسروانی به اصطلاح. اون یه اصطلاحی است برای راحتی، چون که حالا دیگه تمدن اسلامی هم نمیگن راحت، میگن تمدن عرب، ربطی واقعا نداره. اون اصطلاحات رو باید زیاد بهش توجه نکرد. به هر حال دوره 8 ساله خونین فربهی که خونینش اشاره است به این آدم کشی های زنجیری و
تیربارانهایی از هوا به روی تظاهر کنندگان مثلا در اسلام شهر جنوب تهران و از این قبیل که دوره رفسنجانی پر بود از این رویدادها. خلاصه این 8 سال دوران برگشتن طبقه متوسط بود از اون ارزش‌های انقلاب، از اون آنچه خود داشت، از اون نمیدونم اسلام راستین. از این جهت خیلی خیلی دوره مهمی بود. آقای همایون، در بحث از سالهای توخالی یه اشارتی کردید که دوران یعنی سالهای پیش از انقلاب رو ازش به عنوان پوشالی یاد کردید، منظورتون چی بود؟ عرض کردم دورانی بود که حکومت و مخالفان حکومت به یک اندازه اسیر ظواهر بودن و با دید سطحی به امور می نگریستن. عمومی حقیقتا حکم فرما بود، دستگاه حکومتی به آمارها دلخوش بود، کاری به واقعیت قضایا نداشت، مخالفان با شعار می‌اندیشیدند. شما در اون زمان به این نکته پی برده بودین حتما. شما اگر آیندگان رو اون وقت می‌خوندید می‌دید خیلی اشارات در این زمینه هست. بعد من اگر رو در مورد بنده به کار نبرید، من می‌خوندم. بله من مطمئنم، نه منظورم شما به طور کلی. بله نه می دیدم من حقیقتا مخصوصا این توخالی بودن سیاست های بسیار سیاست های حکومت رو به صورت پوشیده می نوشتم. مقالات آیندگان یه وقتی اگر به دست بیارم. من بارها ازتون خواهش کردم چاپ کنی. ندارم متاسفانه، دسترسی ندارم به روزنامه جز یه بخشیش. اگر یه وقتی به دست آمد بله چاپ میکنم. بعد نیست که نگاهیست که حالا ما به اون دوره میکنیم و بعد یه چیزایی بود در اون زمینه ها، مطالب زیاد بود. البته من مخالفان رو باید این اعتراف رو بکنم که مخالفان رو به هیچ وقت جدی نمیگرفتم و اصلا فکر نمی کردم اینا توانایی کاری داشته باشن، ولی متاسفانه ناتوانی باور نکردنی دستگاه حکومتی در اون 6 ماه دوره انقلاب اینها امکان داد که اوج ناتوانی خودشون رو در همه زمینه ها نشان بدن. خوشبختانه بیشترشون هم پشیمان شدند و اصلاح شدند و به راه های تازه دارن یافتند. آقای همایون، یه سوال یک از شنوندگان چندی پیش به من دادن که از شما بکنم، میتونین جواب ندین. گفتن که آقای همایون میدونن کدام دستی ایشون رو به زندان انداخت؟ چند دست بودن، ولی امروز به نظر من ما اصلا به خورده حسابات شخصی و سیاسی نباید بپردازیم. تمام شد، اون دوره تمام شد و رفت و کار بسیار اشتباهی بود، نه فقط حالا در مورد من، اما اصلا این بگیر و ببند. اتفاقا کسانی رو گرفتن که کمترین گناه رو از نظر فساد، از نظر بی‌ترتیبی داشتن در اون رژیم. اونایی که کسانی که خیلی دستشون آلوده تر بود و آلوده بود، چون اینا بیشترشون اصلا آلودگی نداشتن. من در زندان دیدم، در دوره بعد از زندانم بسیارشون زندگی هاشون رو دیدم و خانواده هاشون رو، اصلا از این مسائل دور بودن عموما. ولی به کسانی که نه بیش از همه دست در کار بودن ابدا آسیب ندن. این کارا اشتباه بود و خب دیدیم نتیجه‌اش. اما امروز حقیقتا ما از این عوالم باید بیرون بیاییم و مهم نیست حالا کی چه کرد، مهم این است که به سر این کشور چه آمده. آقای همون کتاب شما درباره چه کرده، چه کسان چه کردنده؟ نه این کیا، منظورم چیزای شخصی است اصلا. نه من خیلی کم اسم آوردم، اتفاقا در این کتاب 450 صفحه‌ای اسم اشخاص به نسبت خیلی کم آمده است. اشخاص دست در کار دوره خیلی کم آمده است، برای اینکه مسائل هستن از یه حرفات که گذشته. شما نگاه بکنید به نام های کسان در پایان کتاب، میبینید که آدم هایی که 2-3 هزار سال پیش زندگی میکردن اسمشون خیلی بیشتر آمده تا آدم هایی که هنوز زنده هستن یا 20 سال پیش زنده بودن. غیر از البته پادشاهان پهلوی یا مصدق یا خمینی، بله اسمشون زیاد آمده. با اون شنونده محترم از قول من بفرمایید که اگر میشنوند
که من اصلا فراموش کردم که کی مقصر بود و کی گناهکار بود و کی من به زندان انداخت و کی دیگران به زندان انداخت. اینا دیگه تمام شد دورش. ما باید فعلا بپردازیم به امروز آینده ایران. ولی آقای همایون، من دارم یک کتابی میخونم در خدمت اورنگ پادشاهی، اگه اسمش اشتباه نکرده باشم، کتاب خاطرات آقای راجی، آخرین سفیر شاهنشاهی در لندن. در این کتاب بارها به شما اشاره کرده است و میگوید یک بار که من رفتم، یعنی خوندن این کتاب اصلا این روزها سخت منو علاقمند کرده که اون دوره رو از دیدگاه های مختلف از نو ببینم. بر روی خیلی کتاب اثرگذاری است به عنوان خاطره نویسی. یک جایی میگوید که من چند روزی رفتم تهران برای یک موضوعی که شاه گفته بود با دولت مشورت کنید در اون باب، حالا یادم نیست چی بود، پیش آقای داریوش همایون رفتم و خیلی تمجید کرده از شما به عنوان کسی که در اون دوره بسیار روشن میدیده، روشن رای بسیار روشن میدیده، و اشاره میکنه که شاید شاه هم از این بابت از ایشون دلخور است. نمیدونم شما این کتابو خوندین؟ بله خوندم. نمیدونم، به هر حال او با امثال من به هر حال شاه میونه چندانی نداشت. ما از نوع او به نظرم نبودیم، ولی مهم نیست در حال گذشت. خب آقای همایون، پس برویم بستر یک مطلب دیگه درباره شکست ایدئولوژیک انقلاب اسلامی. بفرمایید که آیا این شکست در عمل ظاهر شده یا اینکه خود جامعه پی برده بشه ناکامی این انقلاب. این دوره 8 ساله رفسنجانی میدونید از 1988 شروع شد، یعنی 8-9 سال پس از پیروزی انقلاب که 8 سالش البته در جنگ سپری شده بود. در اون 8 سال دستکاران نظام متوجه شدند که هر چیز به کتاب های فقهی و به قرآن و سنت و این حرفا نگاه میکنن، چیزی برای راهنمایی در اونها نیست که با این کشور چه بکنن. و یک کشوری در اون شرایط و در حال جنگ، درسته دست به دامن اندیشمندان در دیومن ایستادم چپگرا شدن و نمونه کشورهای کمونیستی رو به مقدار زیاد گرفتن و اقتصاد فرماندهی، همه چیز دست دولت، جیوبندی، اقتصاد به اصطلاح سرمایه‌داری دولتی و به کلی غیر اسلامی، هیچ ربطی دیگه به هیچ چیز به اسلام نداشت و اصالت اسلام بود. این در سطح بالای سیاستگذاری دانسته شد که اون چه که به نام انقلاب اسلامی برای ساختن یک حکومت اسلامی روی داده است، اون به شکست انجامیده. حکومت اسلامی رو میشه ساخت، حکومت آخوندی شاید ساخت که ساختن، ولی این حکومت ربطی به اسلام نداره، برای اینکه اصلا حکومت اسلام معنی نداره. و بعد خب این دوره اقتصاد به اصطلاح سوسیالیستی، سرمایه‌داری دولتی، این پیامدهای خیلی بد داشت دیگه. حالا غیر از رشد بی رویه جمعیت و آلوده شدن شدید دولت در دستگاه حکومتی در اقتصاد، در امور روزانه اقتصادی و رکود و بند آمدن سرمایه گذاری و نارضایی مردم روی فشارهای اقتصادی که بهشون میامد، اینا آمدند و شروع کردن باز کردن دوره رفسنجانی رو، دوره بازگشایی به اصطلاح نام نهادن و سازندگی. خب در دست این رژیم و این حکومت این سازندگی به ساز و بفروشی بود در واقع،
و باز شدن و یعنی باز شدن دست قارتگران رژیم بود. قبلا در طول اون 8 سال هرچی بود رو گرفته بودن، حالا اینا مقدار زیادیش رو بین خودشون تقسیم کردن و منابع کشور رو در اون 8 سال تقسیم کردن بین نهادهای مختلف حکومتی و آخوندهای متنفذ و از کنونی اقتصاد ایران در ساخته اون 8 سال خونین فربهی. این 8 سال خونین فربهی اشاره به اون خوابی که فرعون مصر دید و از یوسف که اونجا رفته بود به عنوان برده برده بودنش فروخته بودنش تعبیرش رو خواست و اون گفت که اون 7 گاو فربهی که 7 گاو لاغر رو خوردند در خواب او بود. معنیش این است که ما 7 سال تنگی و قحطی در پیش داریم و خوشسالی و 7 سال بعدش هم 7 سال فراوانی، 7 سال فربهی به اصطلاح و در اون ببخشید برعکس 7 سال فراوانی در پیش داریم، بعد هم 7 سال لاغری و نزاری که اون گاوای لاغر گاوای فربهی میخورن. پس در اون 2-7 سال اول باید ما ذخیره بکنیم، برای 7 سال دوم همین کار کردند و یوسف شد عزیز مهر به موجه متون مذهبی. دوره رفسنجانی از یک جهت خب سالهای فربهی بود برای اینکه اون تنگی های زمان جنگ رو برداشتن، دست عوامل خودشون رو باز رو داشتن در اقتصاد و یک رونق فوق‌العاده ساختمانی که به دنبالش خب بخش های دیگر اقتصاد هم رونق گرفت و یک طبقه جدید ثروتمندان به وجود آمد که هنوز مشغول انباشتن ثروت هستند. در سطح حکومتی این شناخته شد، این شکست ایدئولوژیک انقلاب اسلامی. طبعا در سطح اجتماعی هم که از پیش رسیده بودن، پیش از حکومت به این نتیجه رسیده بودن که این انقلاب به آنچه که میخواستن نرسیده و نمیتوانه برسستن با این فلسفه حکومتی و با این حکومتگران غیر ممکن است و انقلاب اصلا انقلاب کار اشتباهی بوده است. از اون وقت بود که مردم به شدت برگشتن از این انقلاب و امروز دیگه به زحمت میشه به لایه مهم اجتماعی رو در ایران دید که هوادار این حکومت باشد، البته غیر از اونهایی که دستشون در اموال مردم است و برخوردارن از این رژیم، ولی خب اونها 5-10% بیشتر نیستن. بقیه حقیقتا متوجه شدن که اشتباه بسیار بزرگی روی داده است و حتی جنگ که دفاع مقدس و از این صحبت هم نام گرفت به کلی بی‌اعتبار شد، برای اینکه در اون 6 ساله دیدن که اصلا منافع ملی در نظر گرفته نشده است و مدتی باید شنیدید که بر سر گور کشتگان جنگ کلاه گذاشته بودن و روی هر سنگ گوری کلاهی بود به نشانه کلاهی که سر این کشتگان رفته است. ما این 8 ساله رو باید اهمیتش رو از این جهت دریابیم که پس از این دوره بعد بود که حکومت اسلامی صرفا روی سرنیزه و با هزینه کردن منابع نفتی بر سر کار مانده است. آقای همایون، شما فکر میکنم به طور مبسوطی پرداختید به دوم خرداد و از همون آغاز دیدگاه خودتون رو بیان کردید. من با اجازهتون چند عبارت رو میخونم از فصل پنجم. نوشته اید که دوم خرداد عامل خیابان را به سیاست ایران وارد کرده بود. این پدیده یگانه در یک دیکتاتوری مذهبی بود که سخت میکوشید توتالیتر باشد و همه ی زندگی ملی، حتی زندگی خصوصی مردمان را کنترل کند و میتوانست بزرگترین پشتوانه هر دگرگونی به سود مردم سالاری به شمار آید. آفتابی بود که بر بخشی از حکومت اسلامی تابیده بود و آن را هر چند هم پژمرده به سر زندگی می انداخت. بعد در پایان این عبارت آورده اید
عشق مردم و دوم خرداد مانند همه عشقها بود که به قول اسکار وایلد دست کم یکی از دو طرف در آن دچار سوء تفاهم است. آیا مایون؟ بله، این دوم خرداد دوره بسیار مهمی است، از این جهت که در دو ساله آغازش رژیم اسلامی، حکومت اسلامی حقیقتا شروع کرد به گشاده شدن. مثلا یکی از پیامدهای این دوره، چون این دوره با قدرت بخشی به مردم، اون چیزی که در اصطلاح جامعه شناسی بهش قدرت بخشی میگویند امپاورمنت، آغاز شد. وقتی که 22 میلیون نفر رای دادن، خب طبیعی بود که اون آفتاب تابید در اون بخش حکومت و چاره ای نبود جز اینکه پاسخی به این رای ها داده بشه. و این به صورت قدرت بخشی داده شد که جز قدرت بخشی در دو زمینه میشد بررسی کرد، که آزادی نسبی مطبوعات، یک دفعه یک شکوفایی عظیم ما میبینیم در مطبوعات ایران کم نظیر، و دوم در گسترش یافتن جامعه مدنی. در اون دوره بود که شاید مثلا 6-7 هزار، من این رقم یه جایی دیدم، به دقتش الان اطمینانی ندارم، ممکن یادم رفته باشه، ولی صحبت چندین هزار است، چندین هزار اتحادیه صنفی تشکیل شد. الان در ایران اینا باقی ماندن، اینا در همون دوره کوتاه تشکیل شدن و ماندن، و این استخوانبندی عظیمی است برای جامعه مدنی. چند هزار اتحادیه صنفی، کسانی که وقتی دست در کار تولید و پخش کالاها هستند، اینا جمع شدن دور هم و خب منافع اقتصادی خیلی واقعی ملموسی هم اینا رو با هم پیوسته است و نمیشه اصلا جداشون کرد، به اینا ستون و مقررات این جامعه مدنی میتوانند باشن، و همینطور انجمنها و گروه بندی های گوناگون. ولی خب بعد از دو سال در اون 18 تیر به اصطلاح دوم خرداد پشت کرد به مردم و در واقع تمام شد دوم خرداد، عقب نشینی روزافزون که البته از همون نخستین هفته های تشکیل مجلس دوم خرداد این عقب نشینی آغاز شد، وقتی که به اصطلاح رهبر دستور داد که دست به ترکیب لایحه مطبوعات نزنن و اصلا بحث در بارش نکنن، مجلس هم مثل شاگردان ابتدایی اطاعت کرد و تمام شد دوره دوم خرداد. ولی خب 8 سالی در حال کشیده شد تا پایان دوره خودش و در انتخابات گوناگون هم رأی های بهش دادن، اما دیگه خودش به پایان رسید و دست کم این به طلبکاری از مردم نداشت که پیش از موقع ما برداشته شدیم و کنار شدیم، مردم پشتیبانی نکردن، نتوانستیم برنامه همون رو عمل بکنیم. دوم خرداد اوج یعنی فراز و فرود ملی مذهبی است. این ملی مذهبی پدیده ترس‌آوری است در تاریخ ایران. آقای همایون، فراز ملی مذهبی منظورتون همینه؟ بله بله، این عبارت که به کار بردم فراز به این معنی که خب 22 میلیون نفر فراز چه لغتی آقای همایون، از کجا آمده؟ اوج مثلا، اوج و حضیض عربی رو من فراز و فرود. آها، پس این ربطی به فراز فرانسه نداره؟ نه، اون فراز رو ما چون این روزا خیلی به کار میبرن در ایران. بله، ولی خب اون پاراگراف در واقع میدونید فراز فرانسه پاراگرافه، ولی فراز فرازیدن فرازش مثلا بله. من به جای صعود فرازش رو کار میبرم، فراز بالا رفتن است دیگه، بر فراز رفت. پس این صعود ملی مذهبی هست و این اوج و حضیض، هم اوج و حضیضی که عرب زبانان به کار میبرن. بله، فراز و فرود. دوم خرداد در واقع فراز یا اوج ملی مذهبی بود که یه طرز تفکر التقاطی و خطرناکی است، به این معنی که چند نسل ایرانی رو از
پویش راه پیشرفت، از پویش پیشرفت باز داشت و در وادی، در بیراهه آشتی دادن مدرنیته و سنت انداخت که بسیار بی نتیجه است. در همه جهان اسلامی این تلاش شد، همه جان به شکست انجامید است، آخرش هم پیروزی با اسلام بنیادگراست در این کشورها. در ایران هم همینطور، این ملی مذهبی ها روی پندار باطله، یعنی پندار که البته همیشه باطل است، آشتی دادن سنت و مدرنیته، ساختن یک مدل توسعه از روی اسلام، هم اندیشه توسعه رو و تجدد رو در ایران متوقف کردن، عقب انداختن، هم در عمل جاده سراح صاف کنه انقلاب اسلامی شدند و مدتی هم چاقوی بی دسته به قول بازرگان و در واقع دسته بی چاقوی خمینی شدن و به کلی مسئول عمده این بدبختی واقعا به دوش این ها بقیه مردم این ها کشیدن به این راه. و در اون دوره، در دوره دوم خرداد بود که ملی مذهبی رسید به اون بالاترین جایی که میتوانست. از اون پس سقوط و فرود ملی مذهبی آغاز شد که حالا به کلی بی اعتبار شده است و فقط در سایه رفسنجانی میتواند به زندگیش به صورتی در کنار دستگاه حکومتی ادامه بدهد، به زیست خودش، به زیست. بله آقای همایون، حضورتون عرض کنم که من اجازه میخوام که باز هم در فرصت دیگری در باب بعضی دیگر از مفاهیم و نکته ها که در این کتاب است با شما گفتگو کنم، بیشتر به خاطر اینکه هم میهنان بدانند در این کتاب چیست و تمایل به خواندن آن بیش و بیشتر بشود. آخرین سوال من اینجا این است که آقای همایون، شما این کتابو برای روشنفکران نوشتید یا برای همگان؟ نه، برای روشنفکران. همگان 450 صفحه رو نمیخوانن، حوصله ندارن. روشنفکران هم ندارن، عده کمیشون دارن. کتاب مفصلی. پس من خیلی روشن فکرم. خیلی روشن که همش خوده. شد به یکی اثبات از این راه، از یکی راه ندارید. بله، نه واقعا حوصله زیاد میخواد، درگیری با این مسائل میخواد. انسان تا سخت در این مسائل درگیر نباشد لابد انگیزهی برای خواندن چنین اثری نخواهد داشت. بله، برای روشن فکران نوشتم. خب آقای همایون، پس در یک فرصت دیگر ادامه خواهیم داد. خیلی از شما سپاسگزاری میکنم. بله، ما فعلا بخش تاریخی این کتاب رو تا اینجا با هم به پایان رسند رفتیم. بله، ولی به قسمت عمدهش که اون بخش فرهنگی و سیاسی. بله. خب حالا امیدوارم در یک فرصت دیگر. ممنونم ازت، بازوارم از صحبت با شما. خسته نباشین آقای همایون، گرچه خوشتون نمیاد از این راه. خیلی نکردیم خسته بشین. خواهش میکنم، قربون شما. هفته گذشته درباره کتاب 100 سال کشاکش با تجدد نوشته آقای داریوش همایون، نویسنده و مفسر مشهور سیاسی، با ایشان گفتگو کردیم. کتابی در 460 صفحه و همان گونه که هفته پیش گفتم انبوهی از نکات و مفاهیم سیاسی تاریخی و به هر حال لبالب از خواندنی ها برای کسانی است که به سیاست و به تاریخ ایران علاقمندند. این بار نیز گفتگوی دیگر داریم با آقای داریوش همایون در باب همین کتاب. جناب آقای داریوش همایون در اروپا، درود بر شما. درود بر شما، حال شما چطوره؟ ممنونم، امیدوارم که حال شما هم خوب باشه آقای همایون. بسیار خوب، مرسی. آقای همایون، قبل از هر چیز یک نامه‌ای رسیده، البته مفصله، نمیشه همشو خون، از آقای دکتر علی صدیق اسفندیاری که در آن اعتراض کردن به شما و گفتند که 100 سال کشاکش با تجدد
در واقع تمام کوشش های مبارزان و آزادی خواهان ایرانی رو نادیده گرفته و گفته است که این برای ایجاد مدرنیسم یا تجدد بوده و نه قانون خواهی، عدالت طلبی و آزادی خواهی. و گفته است که آزادی و آزادی خواهان به بند کشیده شدند و نتیجه گرفته است که هیچ پیشرفتی بدون آزادی پایدار نمی مانند. منظورشون البته تجدده. شما پاسخی دارید برای آقای دکتر صدیق؟ امیدوارم ایشون خوانده باشن کتاب رو همش رو، ولی حالا فرض بند برای این است که آشنایی بدیگی با موضوع پیدا کردن و حالا توضیح دادم شاید روشن بشه موضوع. انقلاب مشروطه که تجدد با اون شروع شد، روند تجدد، فرایند تجدد برای خیلی چیزا بود، فقط برای آزادی نبود، فقط برای عدالت نبود، فقط برای استقلال نبود، برای به وجود آوردن یک دولت و یک جامعه تازه بود. انقلابیون مشروطه در دورانی فعالیت میکردند و انقلاب رو نتیجه رساندند که ایران عرصه تاخت و تاز نیروهای بیگانه بود، هر کدوم ارتشی برای خودشون داشتن، یه گوشه و کنار ایران کشور هر تکش دست یک خانی، یک رئیس ایلی افتاده بود، هر محله شیخی نشسته بود آخوندی و حکم میداد و همه کار میکرد، دستگاه اداری در کار نبود، آموزش و پرورش نبود، بهداشت نبود، خلاصه اون چه که اسباب یک دولت امروزی رو میسازد تقریبا وجود نداشت. به علاوه که هر روز هم دستاندازی های بیگانگان در امور ایران بیشتر میشد و انقلابیان مشروطه میخواستند که اول ایران رو یک پارچه و نیرومند بکنند که بتواند در برابر دستاندازی های بیگانگان بیستد و یه موجودیتی پیدا بکند. برای این به این منظور اختیارات پادشاه رو میخواستن محدود بکنن، پادشاه مستبد رو تبدیل به پادشاه مشروطه بکنن که نتواند هر کاری میخواد با این کشور بکند، هر روز گوشه ایش رو بفروشد، هر روز گمرکی که کشور رو گرو بگذارد برود به اروپا خوشگذرانی کند و بعد هم ساختارهای لازم رو برای یک جامعه امروزی بنیان بگذارند و از این گذشته از متن یک جامعه اسلامی یک نظام سیاسی حقوقی امروزی تدوین بکنند و بیرون بیاورند، از سنت مذهبی شیعه در بستر فرهنگی قرون وسطایی اون روز ایران یک ترتیبات تازه‌ای بدهند، به وجود بیاورند که تاب زندگی در جهان امروز رو داشته باشد. یه طرح همه جانبه بود و میبایست هم همینطور باشد. تجدد یک تکه نیست، تجدد فقط آزادی نیست، فقط پیشرفت نیست، فقط عدالت نیست، همه اینها با هم است. به علاوه در اون شرایط ایران ضرورت اصلی این بود که اول یک کشوری وجود داشته باشد و یک حکومتی که فرمانش روا باشد در سراسر اون کشور، به این نیاز فوریتر جامعه ایرانی در اون زمان و مشروط خواهان بود. و اشکالی که بروز کرد دو تا بود، یکی این که نظر به محدودیت های بیشماری که ایران در آن زمان باش روبرو بود، ناگزیر همه این تیکه ها رو با هم و هماهنگ نمیشد پیش برد
و چنان که در جریان 60-70 سال بعد از مشروطه نشان داده شد، هر گروهی که اختیار کشور رو در دست گرفت، حالا برای هر زمانی، تکیه رو روی بخشی از برنامه مشروطه خواهان، طرح مشروطه گذاشت، روی ضرورت. اگر ایران مثل همه کشورهایی که انقلاب دموکراتیک کردند، اول یک یعنی بر یک پیش زمینه دولت مرکزی نیرومند، اقتصاد روبراه کم و بیش، زیرساخت‌های فرهنگی و اقتصادی و سیاسی لازم بر یک همچون زمینه انقلاب دموکراتیک روی داده بود، خب وضع به کلی فرق میکرد. ولی در ایران وارونه شد، انقلاب دموکراتیک اول شد، بعد شروع شد به ساختن کشور. شما میبینید که انقلاب فرانسه بعد از پادشاهی لویی ها که از قرن 15 اینا هم فرانسه رو متحد کردن، یک پارچه کردن، بعد فرانسه بزرگترین قدرت اروپا و یکی از بزرگترین قدرت جهان بود. مثلا پیش از انقلاب دوره لویی 14 فرانسه 400,000 سرباز زیر اسلحه داشت، اصلا برای اون دوره باور نکردنی. ایران در دوره مشروطه مثلا 4,000 نفر هم زحمت بتونست بسیج بکند. درنتیجه اون ناهماهنگی های بسیار در پروژه مشروطه خواهی در عمل بروز کرد. علاوه بر این، انقلاب مشروطه از 1909 که سال پیروزی بر محمد علی شاه است، در واقع از بین رفت، یعنی افتاد به دست عناصری که قبلا رهبری جریان انقلابی در دست نداشتند. جریان انقلابی در دست روشنفکران بود، رهبری شد تا مذهبی های روشنفکر و آخوند های روشنفکر. ولی بعد از انقلاب، بعد از پیروزی 1909، افتاد دست انجمن ها، دست آخوندها، دست ببخشید آخوندها خیر، خان های مختلف، حالا اسم بیارم خانواده ها ناراحت می شوند. ولی خب چون نیروی نظامی این فئودال ها از شمال و جنوب تهران رو گرفتن، اینا همه کاره شدن. بعد انجمن هایی که مثل خاش از زمین سر بیرون می کرد، برحال جنبش مشروطه شکست خورد. و ادبیات اون دوره رو اگه توجه بکنیم، سراسر بدبینی و گله و شکایت و یأس و ناامیدی است و درخواست دست نیرومند. من میدانم که بسیاری از دوستان و همیهنان ما تاریخ رو در این 50-60 سال گذشته، 50 سال گذشته، 60 سال گذشته جور دیگری خواندن، چون جور دیگری نوشته شد. تاریخ از نظرگاه خیلی محدودی نوشته شده است، ولی باید یه نظر کلیتری بر تاریخ انداخت، بر این دوران مشروطه انداخت و نگاه کرد که این پروژه مشروطه خواهی اولا چه بوده و بعد چرا نتوانسته در تمامیتش عمل بشود. این که من گفتم که انقلاب مشروطه به جای موفق نشد و حتی رضا شاه وقتی آمد پروژه توسعه و نوسازی و به وجود آوردن زیرساخت‌های لازمش ناتمام موند و بعد همینطور محمد رضا شاه پروژه‌اش ناتمام موند و جنبش ملی که ملی شدن نفت به جای اینکه به ما یک مشروطه بدهد که بس به خوبی اون موقع ما میتوانستیم حقیقتاً یک حکومت مشروطه پیدا بکنیم، من که همه اسبابش فراهم شده بود و هم رهبری بود هم پشتیبانی مردم بود، با تصفیه مبارزه رفت و جاهای دیگه و شکست خورد. این و اصولا این که پروژه مشروطه خواهی در روی هم رفته موفق نشد و به انقلاب اسلامی انجامید، اساسا موضوع این کتاب است. این کتاب به همین دلیل نامش کشاکش با تجدد است، 100 سال کشاکش، ولی که در این 100 ساله ما یک گام در طریق تجدد پیش آمده ایم، یک گام یا دو گام عقب رفته ایم و
یک علت اینم البته این است که ما نگاه درستی به این پروژه نینداختیم و این موضوع بحث به نظرم فصل ششم این کتاب است که ما چرا در نگاهمون به تجدد اشتباه کردیم و دسته های مختلف، گروه ها، گرایش های مختلف هر کدوم، و اون پروژه متاسفانه به چنین فاجعه‌ای که دستش انقلاب اسلامی بود ختم شد. برای اینکه پاسخ کاملتری به این دوست گرامی بدهم باید یه خود بیشتر راجع به کتاب بحث بکنیم. آقای همایون، از این در این فصل ششم که نام بردید، سرگذشت تجدد در دوره 100 ساله آمده و بعد سخن رو کشاندید به طرح تفاوت‌های مدرنیته و مدرنیزاسیون. اینها چه تفاوت‌هایی دارن؟ تجدد رو ما در برابر مدرنیته و مدرنیزاسیون هر دو گذاشتیم در اون دوره. در گذشته؟ بله. در گذشته این چنین بوده؟ بله، در دوره مشروطه تجددخواهان درست نمیدونستم که تفاوت این دوتا چیست و اصولا معنی این دوتا چیست و یه تصوراتی مبهم از جامعه اروپا، از ترکیه که خب پیشرفته تر از ایران بود داشتن و یکی از آرزوهای اصلی این مشروطه خواهان رسیدن به کشورها، به ممالک راقیه جهان بود، به قول اون روزها به کشورهای پیشرفته جهان. ولی چون جامعه ایرانی تنها جامعه نیست در دنیا، نبود در دنیا که گام در راه تجدد گذاشته است، ما می توانیم رابطه این اصطلاحات رو و بررسی های نظری و اونچه که در عمل روی داده است رو دنبال بکنیم و وقت می بینیم که تفاوت هاشید. منظور از مدرنیته تفاوت در جهانبینی، تفاوت در نظام ارزش ها، تفاوتی که از دوره رنسانس شروع شد در اروپا که سنت مسیحی و کاتولیک رو گذاشتن کنار در مبارزه طولانی که مدت ها با دستگاه پاپی و دستگاه کلیسا بود پیروز شدند و به جهان نوع دیگری نگاه کردند، با چشم دیگری نگاه کردند و ارزش ها تغییر کرد. مدرنیته رو می شود در سه نگرش خلاصه کرد که خردگرایی است به جای ایمان، به جای اعتقاد به امور خارج از اختیار بشری، تکیه بر خرد انسانی. یکی عرفی گرایی به جای پیروی از دستورهای مذهب و کلیسا و مسجد و هرچه، رفتن به دنبال راه‌حل‌هایی که از خود جامعه در می آید و به درد جامعه می خورد، منشأ الهی به اصطلاح ندارد، اینکه کار جامعه رو با آیه و سوره و این حرفا نمی شود بداره کرد. و سوم انسانگرایی، هومانیسم، گذاشتن انسان در مرکز همه فعالیت ها و همه چیز در دست انسان و برای انسان، در مثل آخرت رو آوردن به دنیا، منتقل کردن به دنیا. پیش از اون نگاه ها همه به آخرت بود، انسان روی این زمین موقتا یه چند سبایی در رنج و بدبختی سر میکرد و به امید این بود که در آخرت روش بهتر بشد و خوب بشد. آخرت رو گذاشتن کنار، گفتن فعلا همین جهان موجود رو باید درست کرد و قابل زندگی کرد. این ستا پایه های مدرنیته است. بچه مدرنیته یک برنامه عملی نیست، به اصطلاح یک تحول در جهان بینی. خب این در ایران با همین جنبش مشروطه که یه 20 سالی پیش از انقلاب مشروطه شروع شد آغاز می شود و تا امروز این مبارزه ادامه دارد و این کشاکش جریان دارد.
مدرنیزاسیون یا نوسازندگی، چون ما نوسازی وقتی میدونیم یه مفهوم دیگه است، من با تعمیر خانه اشتباه میشدم. نوسازندگی عمیق‌تر است از نوسازی. نوسازی باید یه چیزی باشه اونو بهترش کرد، نوش کردی. ما در ایران بعد از یه چیزایی رفتم صفر شروع میکردیم میساختیم. مدرنیزاسیون مقصود اون است. مدرنیزاسیون یا نوسازندگی ناظر است بر تغییرات، مدرن کردن به اصطلاح زیرساختها، روابط اجتماعی، سازمانهای اجتماعی، حکومت، خلاصه آنچه که رابطه آدمها رو با هم و با جامعه و رابطه حکومت رو با مردم تشکیل میدهد و این دوتا متفاوتن با هم. در اروپا این دو فرایند با هم پیش آمدن، یعنی تحولی که در جهان بینی پیدا شد، اصولگرایی و خردگرایی و انسانگرایی همراه شد با پیشرفت‌های اقتصادی و اجتماعی و اصلاحات سیاسی به تدریج. اینا کاملا همزمان و پا به پا پیش نمی‌رن در هیچ جا، ولی یک رابطه ارگانیکی میان اینها بوده است در اروپای غربی. در کشورهای مثل ایران که دیر به این غافل پیوستن، همه کشورهایی که دیر به این غافل پیوستن، مدرنیته و مدرنیزاسیون از هم فاصله عمیقی و زیادی داشتن. برای اینکه مدرنیزاسیون یا نوسازندگی بسیار آسان‌تر است، ساختن راه، ساختن دانشگاه، بانک، تأسیس بانک، راه آهن، همین کارهایی که رضا شاه کرد، اینها قرارز رضا شاه اینها رو قرارز 16 سال 20 سال ساخت. ولی تغییر ذهن مردم، تغییر جهان بینی مردم خیلی خیلی بیشتر از اینا طول میکشه. ما در ایران میبینیم که 100 سال بعد از مشروطه، که مشروطه به هر حال یه انقلاب عرفی‌گرا بود، انقلابی بود که میخواد دست آخوند و مذهب رو از امور روزانه کشور کوتاه بکند، مردم ما، روشنفکران ما، خانومهای متجدد ما میریزن تو خیابون و برای یک آخوند دعا میدن، چهرش رو در ماه میبینن، قائل به معجزات میشن. این نشان میداد که چه اندازه دشوار از تغییر ذهن مردم. در ایران مشکل ما این بوده است، مشکل ما ناهماهنگی میان روند نوسازندگی با فرایند مدرنیته و به اصطلاح نوگری. تا حالا ذهن ما الان خوشبختانه روز وضعمون از همیشه بهتر است از این نظر، ولی اون بحث دیگری که نیستیم بشه. در این فصلش من این تاریخچه رو به اصطلاح در این 100 سال دنبال کردم. آنچه که روشنفکران مشروطه فکر میکردن، اونها واقعا رسیده بودن به اینجا که ما چاره جدی که شبیه اروپایی ها بشویم نداریم در همه زمینه ها. بعد پس‌زنشی نسبت به این طرز تفکر پیدا شد، بکلشی به قول انگلیسی ها، گفتن آقا ایران جامعه سنتی، مردم مذهبی هستن، زیرباری حرفانه ایران، باید از درون خود سنت و مذهب ما مدرنیته رو بیرون بیاوریم. راحل هایی که جامعه شناسان بهش و بومی گرایی میگویند، نیتیویست به اصطلاح، اینها مورد نظر قرار گرفت. بعد رسید به امثال آل احمد که دست منکر شدن، رفتن دنبال ارزش های اصیل اسلام راستین و انحرافی که پیدا شد در جریان مدرنیته و نوسازندگی هر دو، که اینا رو بی‌ارزش شمردن و چاره مشکلات ایران رو بازگشت به اسلام در صورت اصیل و راستینش به اصطلاح جستجو کردن. امروز ما می توانیم بعد از این تجربه 100 ساله، بعد از این مبارزه‌ای که در واقع با مدرنیته کرده‌ایم، نخواسته‌ایم مدرن بشویم،
خواسته این تغییر کنیم، ولی برای این بوده است که بیشتر همونی که هستیم بمانیم، از خودمون بهتر در برابر اروپا دفاع بکنیم. نمونهش کتاب شادمان از تصویر تمدن فرنگی، شادمان بسیار مرد روشنی، ولی غرب فرنگ برایش یک دشمنی است از مغول بدتر. حقیقتا انحراف عجیبی است. از مغول چه چیزی میتواند بدتر باشد؟ حتی عرب ها به اندازه مغول ها بد نبودند. و میگوید که برای اینکه منتها اینجور میگوید برای اینکه هم بتوانیم در مقابل چنین دشمنی که از مغول بدتر است از خودمون دفاع کنیم، باید به سلاح‌های او مجهز بشویم. این طرز فکر غالب این دوره بوده است در این 100 سال که ما ناچاریم شبیه اروپایی ها بشویم، ولی برای اینکه در مقابلشون بایستیم و شبیهشون در واقع نشویم و اون که هستیم رو بهتر حفظ بکنیم. این معما، این پارادوکس جریان مدرنیته و نوگدی و نوسازندگی جامعه ایرانی بوده است که سرانجام هم خب چون این سخن آخرش نتیجه همون برگشت و همون سنت ها واقعا هم برگشتن به اونجا رسیدن. حالا زمان اون است که ما نظرگاهمونو به اصطلاح پرسپکتیومونو به کلی عوض بکنیم و به آنچه که در ایران میگذرد و به آنچه که میخواهیم برای ایران از نظرگاه یا پرسپکتیو توسعه نگاه بکنیم، از نظرگاه تجدد نگاه بکنیم. دیگه دنبال کشیدن همه چیز از سنت و بیرون آوردن همه چیز از سنت و این حرفا و بازگشت به ارزش اینا رو بذاریم کنار. ما تجربه کردیم هیچ کدوم اینا به جایی نمیرسد و چاره ای نیست شدن که برویم بر راهی که اروپایی‌ها رفتند و 500 سال از کوبیده شده است. آقای همایون، در فصل هفتم کتاب خودتون به نام 100 سال کشاکش با تجدد اساساً پرداختید به پیوند گسستنی دین و فرهنگ و هویت. در اونجا از ریشه واپسماندگی ایران سخن گفتین. شما ریشه واپسماندگی ایران رو در چه دیدید؟ در همین پیوند ناگسستنی دین و فرهنگ و هویت. تصور ما در تمام این دوران اسلامی این بوده است که دین ما فرهنگ ماست، فرهنگ ما هویت ماست. ما ایرانی هستیم به دلیل اینکه فرهنگی داریم که این فرهنگ فرهنگ اسلامی و بعداً 500 سالی از 500 سال پیش چیست. ما اشتباه فهمیدیم موضوع رو. هویت رو در آمیختیم با دین و فرهنگ. اما این دین محوری، این قرار دادن دین در مرکز و بنا کردن هویت و فرهنگ بر دین، خب سبب شده است که ما 500 سال گذشته که خیلی روشن است که چه اندازه عقب رفتیم، ولی در واقع ما 800 سال است که شروع کردیم به عقب رفتن و متوقف شدن. و اول متوقف شدیم، بعد دیگه از دوره صفوی شروع کردیم عقب رفتیم، بعد هم در دوره جدید، در دوره مشروطه هم این اشتباه ادامه پیدا کرد و ایرانی ها هویت خودشون رو وابسته فرهنگ و دینشون کردن که فرهنگ خودش وابسته دین بود و زمینه دینی داشت. آنچه که من در این فصل خواستم بگویم این است که اول هویت رو تعریف کنیم. ما هیچ راجب هویت صحبت میکنیم، از این هویت چیه؟ هویت خیلی ساده است، اتفاقا خیلی امر بدیهی است. هویت این است که من و شما بدانیم که هستیم و دیگران هم به همون ترتیب ما رو بشناسند. اگر من حافظم رو از دست بدهم و بروم در یک شهر دیگری، من دیگه اون آدم نیستم، من اون هویت رو ندارم. ممکن است که حافظه من یک قسمتش برگردد و من مالک نیستم، ولی مسلمان شیعی بشوم و
ولی دیگه باز اون آدم نیستم، برای اینکه نه خودم میدانم که اسمم چیست، نه دیگران منو به اون اسم میشناسن. هویت تغییر ناپذیر است. ما از 2000 سال پیش به خودمون ایرانی گفتیم، دیگران هم به ما ایرانی گفتند. ما در این 2000 سال دینهای مختلفی گرفته داشتیم، فرهنگ ما تغییرات عظیمی کرده است، ولی همچنان هویت ما ایرانی مانده است. امروز هم ما شاهد هستیم که مثلا در خارج از ایران 4 میلیون ایرانی الان زندگی میکنند. بسیاری از اینها دیگر خودشون رو به عنوان مسلمان و شیعه تعریف نمی کنند. از نظر فرهنگی تغییرات زیاد کردن تحت تاثیر زندگی در خارج. خیلی هاشون از اسلام به مسیحیت، به بهائیت، به زرتشتیگری رفتند که مسئله نیست، این اختیار هر کسی زلاته، اگر دست آخوندها بهشون برسد میکشنشون، چون به اونجور قوانین اسلام مرتد رو میکشن که گذب بکنند دینه آبا اجدادی رو کشته خواهد شد. ولی اینا این کار کردن، هیچ کس اینها رو غیر ایرانی نمیداند، همه میگویند فلانی ایرانیست، اونا خودشون ایرانی میدونن، این هویته. ولی فرهنگ عوض میشود، بسیاری آداب و رسوم ما در این 20 سالی که در خارج زندگی میکنیم عوض شده است. تقریبا خانواده ایرانی نمیشود تازه کرد که نوئل یا کریسمس رو نگیرد، بچه ها وادار میکنن درخت و چراغ و فلان، یا هالووین همه جور عمل میشود، ایرانی هم داره شرکت میکنن، مشکلی هم نیست حقیقتا، چون نوروز رو هم حفظ کردن، داشتن به سوری هم از روی آتش هر جا به توانم میپرن، تیزه به دارم حتما میرن. منظورم این است که ما نباید هویت رو با دین و فرهنگ اشتباه کنیم، و در نتیجه برای حفظ هویتمون که خیلی لازم است، چون به استقلال ما ارتباط دارد، بچسبیم به این دین و به این فرهنگ. بسیاری از اون چیزی که در این فرهنگ است باید عوض بشود، به درد امروز نمیخورد، ما را عقب انداخته است. دین رو باید از جریان عمومی به کلی بیرون برد، امر خصوصیش کرد. در حال در کشوری که 3000 سال تاریخ به اصطلاح به عنوان ایرانی دارد، نزدیک 3000 سال، و بارها مذهبش تغییر داده، از مراحل مختلف تحولات فرهنگی گذاشته است، بسیار جای تعجب است که همچنان ما خیال بکنیم که هویت ما بستگی به این دارد که ما شیعه باشیم، یا نمیدونم دینزنی بکنیم، یا آدابی که جز فرهنگ ما آمده است، یا وقتی که ایمون مرد شیون بزنیم، سر سیستمون رو خراش بدیم، موهامون بکنیم، گل بریزیم به سر رومون. اینا ربطی واقعا به هویت ایرانی ندارد، و از براحتی میشه اینا رو عوض کرد، کنار گذاشت و آداب و رسوم تازه اختیار کرد، حتی مذهب رو میشه عوض کرد. ممنونم آقای امامی. 5-6 دقیقه وقت داریم در این گفتگو. میخواستم در باب فصل 8 کتابتون توضیحی بفرمایید. این فصل اهمیتش در خاصه بحث دگرگونی فرهنگی است، در پهنه دگرگونی فرهنگی، و در اونجا نوشتین که چرا انقلاب اسلامی، این بحثی تکراری است، فرو رفتن در بحث تکراری چرا انقلاب اسلامی. میشه این رو در 5 دقیقه بفرمایید؟ چرا انقلاب اسلامی؟ چرا انقلاب اسلامی؟ من الان درست یادم نیست که چرا گفتم که چرا انقلاب اسلامی؟ همون مسئله فرهنگی رو مطرح کردید دیگه. بله، مسئله فرهنگی تا اونجایی که آدم یاد دادم چیزایی که می نویسه، منم به خصوص، من چون دیگه نمی خونم چیزایی که نوشتم، معمولا یادم می دارم. ولی به هر حال در این که چرا انقلاب اسلامی است، که علتش هست که همه می گوین انقلاب اسلامی به رهبری آخوند این انقلاب آغاز شد، به نتیجه رسید. اولین حرکت انقلابی حقیقتا نماز عید فطر بود، در به نظرم
دهم شهریور 1357 که چندم قربان؟ بله؟ چندم شهریور؟ به نظرم 13 بود. بله. قبل از سفرش. اگر نه 8م 13م بود، الان درست یادم نیست. در حال روزش مهم نیست. در همین نخستین روزهای حکومت شریف امامی بود. به نزدیک 50,000 نفر استاد دانشگاه، معلم، خانم‌های متجدد، تب کرم، گل سرسرار در متوسط ایران رفتند در قیطریه با زیر شعارهای استقلال، آزادی، حکومت اسلامی. اون وقت جمهوری اسلامی نبود، حکومت اسلامی. و رفتن اونجا نماز خوندند و بیشترشون هم نماز بلد نبودند، ولی آخوندی جلو افتاد و بیدا بهش به اصطلاح اقتدا کردن. به این دلیل است که دعام میکنم، به این دلیل است که من این بحث رو اونجا آغاز کردم. ولی تا اونجا که به خاطرم میاید این فصل هشتم در پهنه دگرگونی فرهنگی تکیهش بر این است که ما باید در فرهنگمون به کلی دست ببریم و این نمی شود مگر اینکه نگاه بکنیم ببینیم که جامعه هایی که پیش افتادن در این 500 سال گذشته و حالا رسیدن به جاهایی که ما حقیقتاً با مدت ها خوابش رو نخواهیم توانست ببینیم و با این حکومت اگر دوام پیدا بکند هیچ وقت خوابش رو نخواهیم دید، باید نگاه بکنیم اونها از چه مراحلی گذشتند و نه اینکه ما عین اون مراحل رو تکرار بکنیم، ولی با آگاهی بر اون فرایند به اصطلاح دنبال بکنیم این پروژه تازه تجدد رو در ایران. و حالا چون چند دقیقه بیشتر وقت داریم حقیقتا نمیتوانم به این بحث برسم، به ویژه که درست به خاطرم نیست این داستان چرا. آقای همایون اگه اجازه بدین یک بار دیگه باز هم درباره فکرهایی که در این کتاب آمده با هم صحبت کنیم. با کمال میل. چون حالا از فصل ششم هفتم ما واقعا وارد اصل موضوع این کتاب میشویم و بد نیست که دنبال بکنیم. خیلی ممنون ازتون های همایون. درود بر شما. شب و روزتون خوش. خب همیانان گرامی، در این بخش از برنامه با آقای داریوش همایون گفتگو میکنیم. به یاد دارید که در هفته های گذشته در برنامه به سوی ایران یک شنبه دو بار با ایشان در باب کتابشان 100 سال کشاکش با تجدد گفتگو کردیم و این بار سومین و آخرین باری است که در باب این اثر با آقای همایون سخن میگوییم. این اثر در 450 صفحه منتشر شده و در برگیرنده بسیاری از مسائل و مفاهیم و نکات سیاسی. آقای داریوش همایون عزیز، درود بر شما. درود بر شما. حال شما چطوره؟ ممنون آقای همایون. آقای همایون، در این کتاب 100 سال کشاکش با تجدد، اولا بفهمیم این کتاب رو در کتاب فروشی های ایرانی خبر دارید؟ میشه خرید؟ چون شنوندگانی پرسش کردن. شنیدم به لس آنجلس هم رسیده است و یک دوستی در آتلانتا که اونجا بودم گفت که در لس آنجلس خریده. ظاهرا اینجا دست کم قابل دسترسی شد، واشنگتن هم رسیده باشد. حالا برگشتن به واشنگتن تعریف کنم. به حال توضیح کتاب در خارج از ایران بسیار دشوار است. هزینه پستی خیلی سنگین و مناسبات نامطمئن کتاب فروشی ها با هم به حال مسائل زیادی تولید کردن، ولی باید به جوری باید کنار اومد. آقای همایون، در فصل هشتم کتاب 100 سال کشاکش با تجدد عنوانی آورده اید در پهنه دگرگونی فرهنگی و نوشته اید که انقلاب اسلامی
سرآغازی برای بازنگری همه موقعیت ایران است. میخواستم تقاضا کنم که این عبارت فشرده رو توضیح بفرمایید، روشن‌ترش کنید. من فکر میکنم که ما در برداشت که به انقلاب اسلامی داریم به اصل موضوع کمتر پرداخته، بیشتر رفتیم سراغ این که کی مثلا چه کرد، اگر اونجا اینطور میشد اونطور نمیشد. مسئله اصلی در انقلاب اسلامی این است که این انقلاب تبلور همه بیماری ها و کوتاهی ها و تنگی های جامعه ایرانی. این هر چه ما از دموکراسی و قیب و لط در این جامعه داشتیم مثل یک قده چرکین در این انقلاب سر باز کرد و در مسیح باید ما آغازگاه رو به اصطلاح ره سپاریگاه رو نقطه عزیمت رو برای اکنون آینده ایران از این انقلاب واقعا بگیریم. یعنی آنچه که در این انقلاب میپسندیم سرمند همه انقلاب رو و شمولش رو در بر میگیرد، این براسیدین رو به توجه بکنیم و چاره بکنیم. ما در این انقلاب جامعه ایرانی شکست خورد، شکست کاملی خورد و برای اینکه بر موقعیت ناهنجارش خلل بکند باید آنچه که موجب این شکست شد رو بشناسد و ما با بررسی عوامل که در انقلاب اسلامی سهیم بودند بهتر میتوانیم ضربافکانهای لازم رو فراهم بکنیم برای شکست دادن این انقلاب و این گذشته در واقع. حالا من از اونجا شروع کردم و اینکه این انقلاب انقلاب اسلامی است و بیهوده به این نام نمینامیمش، نه تنها برای اینکه همه دنیا میگویند انقلاب اسلامی، حتی هم سعی بکنن بگن انقلاب بهمن، فایده نداره. این انقلاب اسلامی بیشتر به این دلیل که اون گرفتاری اصلی جامعه رو ما در این انقلاب باز بشناسیم و سراغ او برویم. از این جهت است که من نام این فصل و فرهنگ دگرگونی فرهنگی گذاشتم، چون تا ما این فرهنگ رو دگرگون نکنیم، این جامعه، این اقتصاد، این سیاست، این حکومت دگرگون نخواهد شد. ما با جابجا کردن فرمانروایان نخواهیم توانست مسائل عمده ریشه‌ای جامعه ایرانی رو برطرف بکنیم. آقای همایون، چه چیزی رو باید دگرگون کرد دقیقا؟ روی هم رفته روی کرده ما به سیاست و اجتماع، به اخلاق، به جامعه. ما در همه این زمینه ها دچار اشکالات اساسی هستیم. مثلا فرض بکنید که اعتماد در جامعه ما وجود ندارد. با اعتماد خب عامل اصلی است در ساختن جامعه سیاسی، در هر معاملات کوچک، در هر رابطه شخصی. و این وقت شما اعتماد رو در جامعه از این بودید، خب هیچ وقت ما در جامعه ایرانی از نظر اعتماد ضرر درستی نداشتیم، ولی الان دیگه به پایین ترین درجه رسیدیم. و عامل اعتماد بسیار عامل مهمی است، حتی در توسعه اقتصادی. این فوکویاما کتاب رو به این موضوع اختصاص داده است و نمونه ها بوده است، نه تنها از جهت تاثیر اعتماد، عامل اعتماد بر رشد و پیشرفت جامعه، بلکه امکان به وجود آوردن اعتماد در شرایطی که هیچ وجود ندارد. خب مثلا از آلمان مثال آورده است، از جنگ جهانی دوم که یه چیزی بود نزدیک به تمام همه اعتماد داده قول دیگه هیچ چیز که آینده موکول به شود عرضشی ندارد. مسلم بود لحظهی مسلم و خب نشان میدهد که تغییر حکومت و سیاست ها چگونه این عامل اعتماد برجسته به جامعه. اینا رو من روش بررسی کردم. یا فرض بفرمایید که این رویکرد ما به مخمس سیاست در موضوع اختلاف نظر، ما میان مخالفت و دشمنی تفاوتی نمیگذاریم که به راحتی از عدم توافق و مسئله به دشمنی خونین سخت آشتیناپذیر میرسیم. در حال خب مراحلی هست فرض بفرمایید که انسان میتواند موافقت کند که موافقت نکند با یه موضوعی رو بگذارد برای دستاران چیزایی که میشه از روش موافقت کرد. یا سرعتی که ما در رسیدن از خدمت به خیانت به خرج میدهیم،
میان خدمت و خیانت خیلی خیلی فاصله است. علاوه بر اینکه خیانت رو ما در وسیع ترین صورتش بررسی میکنیم، در حالی که خیانت به قول کادران بیشتر اغلب در بیشتر موارد موضوع زمان است. یکی امروز خیانت محسوب میشود، بعد یک اسنادی در میآید منظور شد خدمت بوده است. این است که این ظرافتکاری ها، این تمایز گذاشتن ها، تمیز، اهل تمیز بودن ها در جامعه ما غایب است. این ها در اون زمینه دگرگونی فرهنگی جای میگیرد. یا این که سیاستگران ما حاضر باشند که نظر مردم رو بپذیرند، حاضر باشند به رأی اکثریت اگه موافق میلشون نبود تن در بدهند، اگر در این انتخاباتی بازنده شدن تمام بازی رو هم نزنند. یا فرض بفرمایید که جنگ بر سر چتر حکومت در حالی که اصلا اصل قضیه یعنی برداشتن جمهوری اسلامی مورد اشکالات فراوان است و نیاز به خیلی کارها دارد و مانع هر حرکتی در این 20 ساله شده است. در این زمینه چون به نظر من آنچه که ما داروی دردهای خودمون میشناسیم باید یا مستقیما از غرب بگیریم یا از غرب بگیریم در پرتو تجربه ملی خودمون. ما هیچ چاره جزی نداریم که کلی غربگرا بشویم. من که لازم دارم یه مقدار زیادی از این غربگرایی بر متن تجربه ملی و تاریخی خود ماست، یعنی اونو میاریم و در دستگاه گوارش ملی خودمون میگذاریم از اون دستگاه و نتیجه بهتری ازش میگذاریم. اساسا نگاه ما به تجربه ملی و تاریخی خودمون هم با عینک غربی خیلی بهتر میشود. ما در زمینه نقد ادبی این رو شاهد هستیم، میبینیم که سخنسنجان ایرانی در مکتب سخنسنجی و نقد ادبی غرب پرورش یافتند، نگاه بسیار بسیار تیزتر و شکافنده‌تر و جذاب‌تری دارن به گذشته فرهنگی و آثار ما تا منتقدان سنتی ادبیات فارسی. این سهم بزرگی که غرب دارد برای باز کردن سنسوکوشن ها مقداری خوب در این فصل آمده است. در این فصل هم به سیر دموکراسی در غرب پرداختم، خب خیلی بحث طولانی است. کنار رفتن مذهب به عنوان تنظیم کننده رابط اجتماعی اصل کار ماست. اگه بتوانیم این کار رو بکنیم 80% راه رو رفتیم. موضوع اصلاح مذهبی که خب در غرب معنا داشت و جا داشت و زمان داشت و در ایران دیگر نه زمان دارد نه جا دارد نه موضوع دارد نه معنا دارد، سفری شده. زیر خب دست اصلاح مذهبی در گسترش در تکامل دموکراسی در غرب، بازگشت به مبانی حقوقی تمدن غربی مثل حقوق روم، این کد حقوقی روم که یه شاهکار بی‌نظیر بشری است، یا مبانی فلسفی در یونان، تقدس‌گذاری از امور عمومی و هرچی مربوط به دان و سیاست است. بعد از این بررسی پرداختن به دو پیش‌زمینه اصلی دگرگونی فرهنگی در جامعه ما. ما اگه بخوایم جامعه خودمون رو از نظر فرهنگی دگرگون بکنیم دو جا رو باید روش تاکید بکنیم، یکی جای زن است در جامعه، یکی فرهنگ خشونت است. این دو تاست که ایران رو در این گرداب انداخته است و نگه داشته است. باید زن جای درست خودش رو در جامعه پیدا بکنه، یعنی درست مانند مرد برابر مرد، و باید ما خشونت رو از جامعه خودمون بردکیم و ریشکن بکنیم. این نگرش سراپا جنسی و جنسیتی که اسلام به زن دارد و پدیده های ناموس و غیرت و این صحنه های فجیع که میآفریند، این رو باید ما به کلی عوض بکنیم. کیفر اعدام رو باید برداریم. دادگاه های محکومیت بیکیفر برای عوامل جمهوری اسلامی تشکیل بدهیم. به مقوله جرم سیاسی اصلا پایان بدهیم، بجایی که تعریفش بکنیم. جرم سیاسی یعنی دگراندیش بودن و دگراندیش بودن هیچ جا در هیچ زمینه جرمی نیست. اقلیت برانهای حقوقی
نه یعنی که جنسیست و مذهبیست و قومیست رو باید زنده بریم. آقای همایون، بعدها اگر دادگاه هایی برای محاکمه مسئولان جمهوری اسلامی تشکیل بشه، این دادگاه بیکیفر خواهد بود؟ بله، من پیشنهادم این است که برای ریشه‌کن کردن خشونت به کلی از عامل انتقام‌جویی ما صرف نظر بکنیم و یک بار حالا هر جنایتی هم شده است محکوم بشود، افشا بشود، افشای سبیه دارید مجازات رو برداریم، برای اینکه این چلچله قطع میشود. باز خونخواهی، باز انتقام، باز در یک فرصتی برگردیم حساب انبیا تصفیه کنیم، باز بمبگذاری قربانیانی که خودشون قربانی بیعدالتی تو جامعه میدانن، چون هر کس محکوم بشود مادره باز که بیعدالتی شده است، و تمام کنیم این کار رو و علت این چلچله پایان نخواهد یافت. حالا این بحث نظری است ولی من خیلی بهش اعتقاد دارم و بالاخره در این بحث دگرگونی فرهنگی به دو دگرگونی در جهانبینیمون اشاره کردم. جهانبینی ایرانی در دو تا باید عوض بشه که هر دو خیلی عمیقاً ریشه مذهبی دارد. یکی این مشیت شد را به مشیت هست و این بسیار بسیار خطرناکی است. خیلی و بحث خیلی جذابی است. نظر من مشیت عبارت از این که یه نیروی برتر از من، من انسان هست و او تعیین کننده سیر نهایی من است، توی سرنوشتی که دارم. و سهم خود من بسیار کم است. من این رو بحث کردم که این ریشه کجا؟ ریشه تفاوتی که ما در این زمینه با مسیحیت غربی داریم، مسیحیت مسیحی داریم، در کجا؟ در تورات که خب پایه مسیحیت است، میگوید که خداوند جهان رو در 6 روز آفرید و 1 روز آخر رو تعطیل کرد و استراحت کرد. حالا بگذاریم از اینکه این جاک پریور فرانسوی جهانیست که شاعر خیلی ضعیفی بود مال نیمه اول صده گذشته، این یه سوال فوق‌العاده ای مطرح کرد. خدا پیش از آفرینش جهان چه میکرد؟ حالا از این سوال من میگذارم، ولی این داستان که در 6 روز آخر و 1 روز آخر تعطیل کرد و رفت دیگه دنبال کارهای دیگه، این خیلی برمعناست در فرهنگ غرب. برای اینکه در سومه های مسیحی رو بیده قرن 19 ها شروع کردن دازم این فکر کردن خب این معنی چیه؟ معنی شد که خداوند یک ماشین ساخت و براه انداخت و رهاش کرد که دیگه کار خود رو بکنه. و این دید مکانیکی که خب آره برمت ما دیگه دید مکانیکی به جهان نداریم، ولی این دید مکانیکی در صده 19 هم پایان صده 19 هم دید غالب بود. این دید مکانیکی یعنی نگرش مکانیکی بسیار کمک کرد به آزادی ذهن و انسان غربی که خب ما با یک دستگاه قانونمندی سر و کار داریم، یک نظام منظم پیشاندیشیده که خودش کار میکنه، در واقع ساعتی که کوکش کرده خداوند و این دیگه به کار خودش ادامه میده و ما باید قوانین این رو بشناسیم. این کاری بود که اروپایی‌ها شروع کردن، در اون قرن 19 هم کرد کردن و رسید به رنسانس و رسید به روشنگری، رسید به انقلاب انفرماتیک امروزی و انقلاب نانولوژی که در پیش است. ولی ما برعکس خداوندی رو تصور میکنیم که هر لحظه در امور جهان حاضر است. این واقعا شگفت‌آوره که انسان امروزی ایرانی سرش که درد میکنه او رو از درمان او رو از مثلا آموزه میخواد یا حضرت رضا میخواد یا بچه هست که مریض میشه سفره میاندازه یا وزن بردار خب روزی 8 تا 10 تا تمرین میکنه ولی گردن دور سرش یا ابوالفضل میبنده خیال میکنه که یا ابوالفضل رو برنده مسابقه کرده، در حالی که پیش از او هزاران نفر برندگان مسابقات شدن، بعد از اون هزاران نفر پاهم شدید شدن و ابوالفضل نه تنها متوسل نتونن نه که اصلا وجود هزار ندارن ربطی یعنی این دو نیست. این دید این نگرش مذهبی خاص ایرانی و غرب شرقی و مسلمان و بیشتر شرقی ها مانع پیشرفت تون شده. اگر ما به مسیحیت به عنوان
نه امری که هر لحظه برای ما تعیین می‌شود و سعی می‌دارد داده، بلکه به عنوان امری مربوط به اراده انسانی نگاه بکنیم، به این که کاراکتر ما سرنوشت ماست و خب خرافات واقعا از بین خواهد رفت از زندگی ما. رویکرد دیگری که باید عوض بکنیم رویکرد به موضوع رستگاری برای ایرانی، برای ایرانی معمولی مسلمان. جهان موجود اون چی که واقعا در دست داریم، تناسبی در دست داریم، این یک جهان گذران است که یک پدیده ارتباطی موقتی است و ما باید دائما دنبال رستگاری یا جهان آینده باشیم، در جهان پس از مرگ باشیم. در فرهنگ اروپایی غربی به این شکل اینطور نیست. ما باید وظیفه انسانی هست که زندگی خودشو در این دنیا بهتر بکند. خب آخرت هم اگر اعتقادی داشته شد چه مطالعه هم بهتر خواهد شد. تردید است که کسی که پس از مرگش 10 میلیارد دلار میگذارد برای مثلا مبارزه با ایدز، به مراتب اگر بهشتی رو انتظار داشته باشد بهتر زودتر بهش دست خواهد یافت. کسی که عمری فقط نماز خونده و جای مهر بر پیشانی چه یا صدها روز در سال در دوره زندگیش روزه گرفته از هزاران روز دومیدی دیر رو ازش، این رستگاری رو عوض بکنیم و مسیحیت رو عوض بکنیم، اون کار دگرگونی فرهنگ ما به انجام خواهد رسید. این ماحصل فصلی که به نظرم یکی از مهمترین فصلهای این کتاب و خیلی فصل طولانی هم هست. آقای همایون، میخواستم خدمتتون عرض کنم که اگر فرانسوی‌ها بدانن که شما شاعر نام‌آورشون ژاک پرور رو ضعیف خواندید، به شما اعتراض خواهند کرد. الو آقای همایون. الو بله بفرمایید. شما تلفنتون خوبه؟ الان صداتون شنیدم. بله، عرض کنم که اگر فرانسوی‌ها بدانند که شما ژاک پرور شاعر نام‌آورشون رو ضعیف خواندید، به شما اعتراض خواهند کرد. من از کنم ضعیف. آها ظریف. بله نه خیلی سایر قدی. پس گوش من ضعیفه، ببخش. آخه تلفن تو خواهد بود. تلفن من خواهد بود. بله از اونجاست. خب آقای همایون، ما در دقایقی که در پیش داریم میخواستم تقاضا بکنم که به چند فصل دیگر هم اشاراتی بفرمایید. از هر کدوم یک شنبه بفرمایید، از جمله فصل نهم که عنوان شما اصلا متوجه نشدم، از جنگل حافظی به مزاری که چند گرام. بله یه خود عنوان مغلق است، ولی نکته درست در همین عنوان است. جامعه ایرانی امروز یک جنگل حافظی ها از این فرض شروع میکرد که فرض درست است که انسان در شرایط طبیعی گرگ انسان است، برای اینکه خب امکانات زندگی بسیار محدود است، شرایط زیست سخت است، رقابت شدید است بر سر اون ضروریات زندگی. و یک جمله معروفی دارد به لاتینی، البته نوشته است قرن 17 هنوز لاتینی زبان مسلط بود، میگوید که انسان گرگ انسان است. جامعه ما مفتاق این جمله هاست، انسان گرگ انسان است. موضوعی که چند گرا جامعه امروزی پلورالیستی غربی موضوعی است که تیکه‌های مختلف متفاوت ولی در کنار هم تصویر کلی رو، مجموع تصویر رو میسازن. چلتکه است که گرچه خیلی با هم اختلاف دارن و تفاوت دارن، ولی در کنار هم و در زندگی با هم اون مجبور میتونن اون جامعه پلورالیستی لسان چنجرا. در این فصل من از اینجا شروع کردم که به عامل فرهنگ و جهانبینی باید در جامعه و در تئوری های توسعه جای بالاتر رو داد در اقتصاد. حالا این زمان تازه است، چند پنجاه سالی است که
جامعه شناسان در مطالعات سبود به توسعه که تحکیز از اقتصاد گذاشتن روی عامل فرهنگ و جهانبینی تا نیمه سده بیستم این نگرش اقتصادی غلبه داشت. بهترین توضیحش رو والزیتن راستو داد در اون نظریه زمینکند اصطلاح تیکاف اقتصادی. ولی جامعه شناسان امروز متوجه شدن که اینطور نیست. دلیل یکی از دلایلش هم تجربه بود که در افریقا کردن. افریقا کشوری است یا قاره سراختی که از نظر منابع انسانی و طبیعی خب فوق‌العاده است. جمعیت زیاد، منابع طبیعی بسیار، مردم سخت‌کوش قادر به زندگی در سخت‌ترین شرایط، کمک های اقتصادی هم خیلی زیاد شده از کشورهای مختلف افریقایی، ولی اتفاقی نیفتاده است. حالا یواش یواش چند تا کشور به ضرب صادرات نفتی دارن به یه درجاتی میرسه، ولی روی همبسته داستان شکست و ناکامی و بیتوانی است افریقا. و این نگاه کردن این جامعه شناسان اقتصاددانان و دیدن که در سرزمین های مشابه همون عوامل اقتصادی نتایج بسیار متفاوت میدن. مثلا در هند فرض بکنید که از یک کیلومتر مربع خوراک 384 نفر رو میتونه دست آورد، در افریقا خوراک 4 نفر رو میتونه دست آورد. همون آب و همون زحمت و همهش همون بعض رو همه هم بقیه چیک میسید. الان یه مثال کوچکی بود که من بزنم. خلاصه چون من در این کتاب بیشتر نظرم به این است که ما جهانبینی، نگرش، دید، رویکرد جامعه ایرانی، انسان ایرانی رو عرض بکنیم تا بقیه چیز حاصل بشود. خیلی روی این موضوع در این فصل فکر کردم. یکی از عوامل مهم در این عامل فرهنگ و جهانبینی در زمین توسعه تفاوت گذاشتن میان سود شخصی، سود شخصی روشنرایانه به اصطلاح انلایتن سلف اینترست. انلایتن سلف اینترست رو اول بار آدم سمیت به کار بود، سکه زد به اصطلاح. منظورش این است که ما درست از همه دنبال سود شخصی هستیم. حالا من درست مفصل کردم به طور اینکه کجایی اصلا تئوری های مربوط به رنج و لذت به اصطلاح شادی و رنج و اینکه این انگیزه انسان هست، انگیزه رفتار انسانی هست، تأثیر اینا حالا وارد بحث هست نمی فرمودشم اینجا. ولی نکته عمده این است که ما سود شخصی رو اینجور می توانیم تعریف بکنیم که انسان نگاه بکنه در هر لحظه چه به سود و روست و دنبال رو بنابرد. خب این طبیعیه، این معمولا همه آدم های کار می کنن، همه آدم های عقب افتاده فقط این کار می کنن. اما امکان پیشرفته تر در همین جامعه های واپسانده هم ما ببینیم کسانی هستن که از لحظه فراتر بیارن، نگاه میکنن ببینن به اصطلاح نوکبینیشون دورتر میبینن، نگاه میکنن ببینن این سودی که الان متصور است از یک رفتار یا اقدام پیامت هاش چیست و اگر از اکنون این رفتار یا رویکرد زیانی در احساسات آیا به سود بزرگتر آینده میارزد یا نه و برعکس. و این خیلی خیلی مهم است. اگر ما توانایی شناخت سود روشنرایانه خودمون رو شخصیمون رو داشته باشیم و به سود لحظه قناعت نکنیم خیلی پیشتری داریم. من مثال میزنم، مثلا این توزیع مطبوعات در خارج از ایران. این دیگه چون جریبان زیر هم هست، خب ما دیده این روزنامه ها مجله های بسیار منتشر می شوند و می فرستند به مراکز توزیع و این مراکز توزیع 6 ماه 1 سال پول اینا رو نمی دهند به انتظار اینکه اینا که ترتیب خواهند شد از بین خواهند رفت، پس رو دیگه ما حالا پول اینا بدیم. و خب همین سبب می شود که اونا ترتیب بشوند، در حالی که اگر اینها
بتوانند تغذیه بشنوند پایدار میمانند و کسب و کار من اون مراکز جزئی بهتر میشود. ما به این ترتیب سود شخصی آنی رو مقدم میدادیم ولی جلوی سود بزرگتر آینده رو میدیدیم. اینجاست که دیگه ما وارد اون بحث میشویم که اصل اخلاقی چیست و آخرش باید به نظر من برسیم اون حکم معروف کانت برسیم که اگر انسان در هر رفتاری که میکند در هر رفتار اخلاقی در نظر بگیرد که همه مردم این کار رو بکنن چه خواهد شد، وقت رفتارش رو اصلاحه. اون یعنی سود شخصی روشنرایانه. اگر ما فکر کنیم که حالا که جیوه دیگری رو داریم میزنیم همه شروع کنم به زدن جیوه دیگر، چه دنیایی چه زندگی خود ما خواهیم داشت و فرزندان ما و خیشان ما و دوستان ما احیانا تجدید نظر خواهیم شد. آقای همایون، با توجه به اینکه 10 دقیقه بیشتر از وقت باقی نمانده، میخواستم ازتون خواهش کنم یه بحث. حال این که من 5 فصل دیگر این کتاب رو در 10 دقیقه حرف کنم نیست. بله، من فصل میکنم که باید گاهگاهی به این بحث برگردیم، اشکال زیادی نداره. آقای همایون، فصل 13 هم به نظر من فصل بسیار روشنگرتری است. جهان سوم، جهان اسلام و جهان خاورمیانه، زیر عنوان بیرون از جهانهای ما. این رو عرض هم کرد ولی بحثهای مربوط به سپهر تازه سیاست ایران و بیرون آمدن از موضوع اندیشه و تاریخ و به خصوص چالش اسلامی نمینی به نظر من در موقعیت ما بسیار بحثهای مربوط است. اگر موافق باشی من این جنگل آفتی رو در چند جمله تمام کنم، چون یه نکته بسیار با ارزش هست که ما از آن خاطریم و اون بازگشت به ارزش های ماندنیه. در صورت 10 دقیقه وقت داریم آقای همایونم. حالا من 10 دقیقه استفاده میکنم بعد اگه فرصتی کردیم دنباله کتاب میگیریم، اگر نه امیدوارم خوانندگان در تصویر پیدا کنم. هر شبه که در دنباله این بحثا من بررسی کردم روی اصول بنیادی جامعه دموکراسی لیبرال که در اونجا رسیدن به برداشتن تأکید از گذشته و یه بحث مفصلی از اهمیت سیاست. این خودش اصلا به نظر یه دفعه باید با هم بحث کنیم. سیاستی که بد فهمیده ترین سیاست در جامعه ایرانی در میان ایرانیان به قدری ما درباره سیاست اشتباه میاندیشیم و نگاه میکنیم که حقیقتا ارزش داره یه وقت با هم بازی موضوع بحث کنیم. نه بازگشت به ارزش های ماندنی در بشه. من به خصوص از فرصت باقی مانده میخوام از این استفاده بکنم. میدونید ما خیلی اسلامی فکر میکنیم. خب 1400 سال پیشتر چند سال از مسلمان شدن ما میگذرد، حق هم داریم، بخش بزرگی از فرهنگ ما، ولی این نباید ما رو از اون دوران که ما اسلامی نبودیم و دوران بسیار افتخارآمیزی هم بود بگذاریم به این سادگی. ما ایرانی امروز میتواند از گذشته تاریخی خودش خیلی چیزها بگیرد برای بازسازی آیندهش. نه اینکه ما درگردیم به پرستش شاه و لب کردن دولت در شاه که خب مایه انعطاف اون فرهنگ درخشان شد و بی توجهی اون به دموکراسی، اما خیلی چیزهای دیگر هست که می توانیم از این فرهنگ از این دوره بگیریم. مسئله این است که ما در همون علاقه 2015 هم از بسیاری چیزهایی که دموکراسی و جامعه رفت اندیزی می سوزد بیخبر بودیم. مثلا دموکراسی یونانی مسخره می‌کردیم، آگورا و کوروش مسخره می‌کرد، ولی امروز می‌توانیم از ایران کهن درس‌های لازم رو بگیریم. حالا آنچه که من فکر می‌کنم که بتوانیم از ایران متأسفانه شما هم گذاشتید که یک تنگیهای زمانی که دیگه خود گیت شدن، ولی می توانم بگویم که
نهادها و پارتا برای اولین بار تاریخ رو وارد بحث سیاسی و اجتماعی دارن. ما یه ملت تاریخی هستیم، یعنی اولین بقول هگل اولین ملت تاریخی هستیم، یعنی اون فرایافتی که ایرانیان از زمان داشتن به کلی اصلا استثنایی بود. تمدن‌های چین و هند، تمدن‌های باستانی و مصر، اینا تمدن‌های ایستا بودن و نقششون بازسازی گذشته بود و حفظ گذشته بود. ایرانی ها چون با این تصور شروع کردن که ما وظیفه داریم که جهان آینده رو بسازیم، یعنی پیروزی اهورامزدا رو بر اهریمن ممکن بکنیم، چون پیشکاوی انسان است، بنابراین همیشه به آینده توجه داشتن و این موضوع که ما مردمی بودیم که مدارا داشتیم، رواداری داشتیم، احترام سنت ها و دین های دیگران رو نگه می داشتیم، احترام انسان رو نگه می داشتیم، مثلا داریوش ممنوع می کرد قربان کردن انسان رو در کارتاج دو افتاده که جزو امپراتور ایران بود بدون که یک سود سیاسی براش داشته باشد، اینا خب خیلی توجه همه رو جلب کرده. یا رفتاری که ما با زنها می کردیم در آن رو برابر می دانستیم، تا پادشاهی هم می رسندیم، تا فرماندهی نیروی دریایی، اینا بسیار توجه همه رو جلب کرده. یه نکته رو ما فراموش کردیم و این است که این نگرش دینامیک به زمان و به نفس انسان برای آینده و این که در این که امروز آینده حفظ و بازسازی گذاشتید یه فرایافت انقلابی سیارتن، چیزی که ما به شدت باید به او برگردیم. این کنارجویی و بیطرفی اخلاقی، اطاعت از کاهنان یا آیین‌های ایسلام، اینا نبود در آغاز در طلوع تمدن ایرانی و فرهنگ ایرانی. باید به اینا برگشت. این که ما خودمون باید میان نیک و بد انتخاب بکنیم مجبور نیستیم، مشیتی ما رو موظف نکرده، ما گناهکار آفریده نشده ایم، ما معصیتکار آفریده نشده، خدا تکلیف داده که ما باید گمراه بمانیم یا هدایت بشیم. این بسیار مهم است. اگر ایرانی امروزی به این عرض تا برگرده است بیشتر به دست خواهد آورد تا دائما در فکر عزاداری و سینه‌زنی باشد و نگاهش رو گذاشته باشد. حالا این عزاداری و سینه‌زنی یا برای امام حسین است، یا برای دونام آریامه است، یا برای مصطفی است، یا برای هر کسی دیگه است، پس از دیگه جزنی است. باید از این فضای عزاداری و خلاصه زنده کردن گذاشته و زنده نگه داشتن گذاشته سرفرزه کنیم. این نگرش دوگانه ایرانی، نیکی در برابر بدی، نبرد همیشگی اونها، این پیام در واقع پیام رستگاری و به کمال خود رسیدن و به اصطلاح سیر فرازنده به سوی پایان خجسته ای در زمان، اینها اون چی که من از تغییر نگرش و مسیحیت در نظر داشتم یه همچین مفاهیمی که ما داشتیم. اینو ما 2500 سال پیش با این اصلا وارد صحنه تاریخ جهان شدیم. حالا دیگه باید این بحث رو تمام بشویم. من نمیگویم که ما باید زرتشتی بشویم، چون زرتشتیان خودشون تجربه تلخ خودشون رو خرافات پیدا کردن در دوره ساسانی و بعد از ساسانیان به ویژه قرب خرافات شد، ولی مسئولیت انسان نه تنها در برابر خودش بلکه در برابر جهان هستی، اون خوشبینی وجودی اگزیستانسیال ایرانی که ما سرخره جهانی خواهیم ساخت که بدی در اون مغلوب شده است، نوجویی و تلاش برای ساختن آینده دیگر و بهتر، احترام و دوستان فرد انسانی و آب و خاک و گیاه و جانور، اینا همه اینا بود توی در فرهنگ ما. همه اینا ما رو در چالش های بزرگی که باش روبرو هستیم امروز به کار خواهد آمد.
این روحیه رنسانسی که ما دنبالشیم به مقدار زیاد عناصرش در ایران هست. ما راجعش برای رنسانس خودمون به یونان فقط مراجعه کنیم که باید بکنیم. ما به ایران که هم میتوانیم مراجعه کنیم و بازگردیم. خب دیدیم ما 25 سال پیش این روحیه چنان انفجار انرژی و نوآوری رو پدید آورد در جهان. با این که به بازسازی هیچ گذشته‌ای نباید فکر بکنیم، ولی این یکی از گرانبهاترین میراث‌های کهن ماست که باید زنده نگهش داریم و بازگردیم بهش برای ساختن آینده ایران. من این بحث رو متاسفم که نمیتوانم بیش از این رو بدهم و حالا اون چه جهان رو هم میگذاریم برای یک بحث دیگرمون، چون اونم خیلی موضوع اساسی. جناب آقای شما، این خیلی سپاسگزاری میکنم از شما. من به نظرم شنیدم که شما از من خداحافظی کردید. بله، اون که خیلی تلفنتون خرابه آقای امامی. یکی از ما به هر حال گردن کدوم هست. ما که شب و روز داریم با این تلفن کار میکنیم. الان جانم از خودتون بهتر شد. خیلی 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 متشکرم از شما. تا آینده امید خدا. قربان.